حالا سوال دیگر دیگه، مثل که آخرین سوال، الحمدلله سوالی نرسیده. شما در مورد آزار جنسی میگویید که در این دوران در زندان به جوانان ما اعمال شده و حکومت وقت را زیر سوال میبرید. آزار، آیا آزار جنسی در کشتارهای 67 غوغا کرده بود؟ چیز تازه ای نیست، آیا نبود؟ و بعد همین مطالب رو توضیح دادن که به عرض معذرت از خوندنش چیزهای جالبی نیست تو عرصه عمومی خونده شود. راستی شما آیا به جدای دین از دولت باور دارید؟ اگر نه چرا؟ خب اصلا حرف تازه باشد یا نباشد، بنده هیچ جا نگفتم حرف تازه است. من ذکر کردم آقای کروبی به هاشمی رفسنجانی نامه نوشته است، این مطالب رو در نامش آورده. گفتم زبانم لال، انشاءالله هم درست نباشد، خیلی چیز زشتی است. گفتیم این زندانی های جوان رو انداختن پیش زندانی های اعدامی و مواد مخدری، یا این اراذل و اوباش را به عنوان بازجو به اونها سراغ آنها فرستادن. خب این موارد رو انکار کنند. من نگفتم 100% اتفاق افتاده است، گفتم این فرد که آدم امینی است و من او را میشناسم و صداقتش هم باور دارم، همچو ادعای کرده او هم گفته تحقیق کنید، بروند تحقیق کنند ببینیم هست یا نیست. این که قبلا هم چنین بوده است، اگر چنین بوده است 100% غلط بوده است. هر کسی چنین کرده است کار باطلی انجام داده است. ما پیرو آیینی هستیم که ولو ابن ملجم هم به زندان افکنده شود، امام علی در مورد رعایت عدل و انصاف با او رعایت سخن میگوید. میگه یک ضربت به من زده، اگه قرار شد من مردم شما هم یک ضربت به او بزنید، نه بیشتر. خب حالا من دیشب ذکر کردم اصلا در این کهریزک مال اراذل و اوباش بوده است، مگر شما حق دارید با اراذل و اوباش اینجوری رفتار کنید؟ ما نمیگوییم با فرزندان سیاسی ما این گونه رفتار نکنید، میگوییم با هیچ کس این گونه رفتار نکنید، حتی با اراذل و اوباش. شما آفتابه به گردن اینها انداختی توی خیابان گردانیدش، به کی به شما همچه حقی داده بود؟ کدام قاضی همچه چیز رو تجویز کرده؟ وقتی قبح این امور را میشکنید، اون وقت همیشه دوران قطعهای زنجیری از اراذل و اوباش شروع کردید، هدف اصلیتان کوبیدن روشنفکران و نویسندگان و دگراندیشان بود، حالا هم از اراذل و اوباش شروع کردید، هدفتان سرکوب فرزندان سیاسی مردم است. برای من فرق نمی کند. ببینید این که من اسم کمتر کسی را در صحبت هایم بردم و می برم، اما اسم برخی را به بزرگی یاد کردم. استاد من آیت الله منتظری فرزندش توسط سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسید در سال 60 در انفجار بمب در دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط با 71 نفر دیگر. محمد منتظری که سالها برای این انقلاب زندان رفته بود، خودش پدرش آیت الله برای من تعریف میکرد زمان شاه من نامه ای نوشته بودم، میخواستن نویسنده این نامه را که علیه شاه بود پیدا کنند. محمد مرا آورده بودند، روی اجاق برقی گذاشته بودند، من بوی کباب شده پای پسرم را میشنیدم، اما مقاومت کردم و نام نویسندگان نامه را به زبان نیاوردم. این فرزند محمد منتظری سال 60 توسط تروریست های مجاهدین خلق به شهادت رسید، کسانی را کشتند که اگر امروز می بودند این فجایع به بار نمی آمد. اگر مطهری می بود، مفتح می بود، با هنر می بود، رجایی می بود، بهشتی می بود، آیا اینها بهتر از اینها نبودند؟ گل های ما را دستچین کردند. خب این گذشت، سال 67 شد، عملیات فروغ جاویدان توسط سازمان تروریستی مجاهدین خلق بعد از پذیرفتن قطعنامه اتفاق افتاد. قطعنامه را که پذیرفتیم، این سازمان تروریستی به ایران حمله میکند در بدترین زمان. خب سپاهیان ما، همین بسیج که اون زمان با موضعش امروز تفاوت میکند، مقابل اینها میستد، ارتش مقابل اینها میستد و اسلام آباد غرب را که اینا تصرف کردن از دستشان به در میآورند. تعداد زیادشون دستگیر میشن و به حمدالله سرکوب میشن. اگر اونها مسلط شده بودن، یقین داشتم که از رژیم ولایت فقیه به مراتب بدتر عمل میکردن. حمام خونی که امثال رجوی در ایران به راه میانداختن فقط با پلپوت در کامبوج قابل مقایسه بود. اینها با رفقای خودشان رحم نکردن، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. خب حالا اینها آمدن، برخی از اینها دستگیر شدن، برخیش هم که به درک واصل شدن در میدان جنگ. اشتباهی که در سال 67 اتفاق افتاد و توسط آیت الله منتظری انتقاد شد و به کنارگیریش از رهبری منجر شد، دقیقا سر همین مسائل بود.
اختلاف در این بود که آیا کسانی که در زندان هستند و هنوز از این افراد حمایت می کنند، آیا اینها مشمول همان مجازات می شوند یا نه؟ وزیر اطلاعات وقت محمدی رئیس شهری که متاسفانه در آن جا صحنه‌گردان اصلی بود، رفت این اجازه را گرفت از رهبر وقت که هر کسی که همراهی می کند با کسانی که به ایران حمله کردند ولو در زندان بوده باشد و نه در میدان جنگ، مشمول مجازات مشابه می شود. یعنی اگر سر موضع ایستاده است اعدام می شود. تعدادی زیادی، نزدیک 3000 نفر، برخی که در میدان دستگیر شده بودند و برخی که در زندان بودند، به این وسیله محاکمه سری شدند و اعدام شدند. آیت الله منتظری نامه نوشت، انتقاد کرد. به چه کسی انتقاد کرد؟ به رهبر. از چه کسانی دفاع کرد؟ از سازمان مجاهدین خلقی که قاتل پسرش بودند. شما جرأت میکنی چنین کنی؟ لذا این فرد، وقتی من میگویم اسلام سبز به حقوق بشر قائل است، امتحان پس داده است، حاضر شد به خاطر دفاع از حقوق این افراد، افرادی که واقعا حقوق بشر را زیر پا گذاشته بودند، حق دارند ولو زندانی ما هستند، از حداقل حقوق انسانی برخوردار باشند، منجر به کنارگیریش از رهبری شد. و امروز افتخار ملت ایران است، خانه این مرجع، خانه امید ملت ایران است. چرا؟ به خاطر اینکه از ملت ایران، از حقوق شهروندانی دفاع کرده است که دستشان به خون فرزندش آغشته بوده است. ما میگوییم به حداقل حقوق شهروندی قائلیم. این هم نمونش. اگر قرار باشد این اندیشه به حکومت برسد، این گونه از حقوق شما دفاع خواهد کرد. امتحان پس داده است. کسی دیگری سراغ دارید این گونه باشد به من معرفی کنید. لذا بنده میگویم اون کار اشتباه بوده. رهبر فقیه مجتهد بزرگ ما اعتراض کرده است. بهای اعتراضش هم این بوده که خانه نشین شده است، رهبری را از دست داده است، اما مقابل خدا روسفید است، مقابل ملت ایران هم روسفید است. این جمله که به شما گفتم یک دنیا ارزش دارد. بنده زمانی رفتم پای درسش نشستم، گفتم این درس، درس دین است، این درس راه امام علی است، این راه امام حسین است. و امروز که میگم در عرصه عمومی، من نمیگویم ارزش های دینی را به کناری بگذارید، ارزش های دینی را حفظ کنید، چون اگر نکنید امثال او را نخواهید داشت. کدام اندیشه سکولاری دارید که بتواند چنین زیبا حماسه بیافریند و از حقوق مخالف خود در چنین شرایط حساسی دفاع کند؟ خب اگه سوال دیگری نیست بنده تمام کنم. از همه دوستان سپاسگزارم. صحبت منم ظاهرا به درازا کشید. انشالله خدا به همه شما توفیق بدهد.